انقلاب اسلامی به مثابه یک جریان ثابت در طول تاریخ طبیعتاً وجود داشت و امروزه در قالب جمهوری اسلامی و در کشور ایران محقق شد. و اگر انقلاب اسلامی رو بخواییم برش دو مؤلفه اساسی ازش یاد کنیم، یکی بحث قیام حسینی است، یکی هم بحث مهدویت و انتظار و جامعه آرمانی. یعنی اگر نبود قیام امام حسین و الگوی امام حسین برای قیام علیه طواغیت، که البته قیام علیه طاغوت در تمامی ادوار فقه شیعه وجود دارد، یعنی هیچگاه فقه شیعه طاغوت را به رسمیت نشناخت، مشروعیت او را باور نکرد، ولو در کوتاه مدت تعامل کرد با برخی از حاکمان جائر به خاطر یک مصلحتی، اما هیچگاه اونها را مشروع تلقی نکرد و همواره بحث فقه ما حرکت برای جامعه مطلوب، از بین رفتن حاکم طاغوت و تعیین حاکم مشروع. امام حسین هم ولو اینکه در یک زمانی به خاطر پایبندی به صلح امام حسن با معاویه تعامل کرد، با معاویه علیه معاویه قیام نکرد، اما منطق نامشروعی همچنان برقرار است و به خاطر مصلحت زمان پایبندی به صلح امام حسن و شرایط موجود طبیعتاً با ایشون تعامل کرد. اما وقتی اون مصلحت از بین میره، اصل بر عدم اطاعت از حاکم طاغوت هست، بر طواغیت هست، و لذا امام حسین این قیام رو انجام میده. در انقلاب اسلامی هم اگر فرض کنیم که پایه اصلی تحقق انقلاب اسلامی مبارزه با طاغوت، طبیعتاً طاغوت زمان که طبیعتاً باز هم نامشروعه، باید جای خودش رو به حاکم مشروع و حاکمی که مستند و منتسب به دین و آموزه های دینی باشد. بر همین اساس قیام مردم ایران و جامعه ایران علیه حاکم جائر زمانه، او مستند به همان الگویی است که از امام حسین گرفته شد و بارها و بارها مرحوم امام خمینی تاکید کردن بر این قضیه که ما الگوی قیام عاشوراست. و طبیعتاً در تحقق انقلاب هم فقط محدود نمیشه، یعنی اینگونه نیست که ما اگر انقلاب کردیم به واسطه عاشورا پس کار ویژه عاشورا در انقلاب اسلامی تمام شده باشه، بلکه عاشورا یک حادثه نیست که ما بگوییم یک زمان محدودی داشت، یک مؤلفه‌های محدودی داشت و تمام شد، بلکه یک جریان غالب در تاریخ که از یک سو جامعه الهی در قبال جامعه الهادی، حاکمان الهادی، حاکمان مشروع، روی کرده به سعادت و کمال، روی کرده به معنویت، در قبال روی کرده به مادیات، مساوات و برابری مردم، آزادی و آزادگی مردم در قبال استبداد اموی، جامعه طبقاتی زمان اموی در قبال جامعه‌ای که امام حسین رو رقم میزنه و همه افراد در این جامعه وجود دارن، از غلام سیاه تا حر، از حضرت عباس تا فرزندان و همه مثل زهیر ابن قین از سرمایه‌دارش گرفته تا، یعنی جامعه‌ای که در او استبداد نیست، جامعه‌ای که در او حق انتخاب و اختیار هست، تا روز آخر هم حضرت مختار می‌گذارد اینها رو که اگر خواستید برگردید، اگر نخواستید به شهادت برسید، حق با شما باشد، انتخاب با شما باشد. قیام امام حسین مبتنی بر این هست که جامعه بر اساس حاکمیت مطلوب و حاکمیت مشروع ترسیم بشود، ولذا یزید تو اون جامعه موضوعیت ندارد. لذا امام حسین نمی فرماید که یزید بده است، می فرماید مثلی لا یبایع مثلا، مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد و نمی کند.